ابتدا دکارت بیان میکنه که شک در ریاضیات به واسطه حواس ما در امان هستش، یعنی ما در ریاضیات به واسطه حواسمون نمیتونیم شک کنیم. اما برای اینکه بتونه به ریاضی و هندسه هم حمله بکنه و به اونها هم شک بکنه، اینجا از چیزی به نام مالیشیس دیمون استفاده میکنه، یا چیزی که حالا میتونیم به نام اهریمن بدذات یا اهریمن شیطانی، حالا هرچی از این دست اشاره بکنیم. و البته ابتدا شک میکنه که شاید این که ما به حقایق امور دسترسی نداریم و مرتب فریب میخوریم کار خدا باشه که ما رو فریب میده که 2 + 3 میشه 5، یا اصلا یک مربع 4 هستند و غیره. اما این با خیرخواهی خدا در تناقض هست. حتی اگر خدا اجازه بده که ما گاهی، نه همیشه، فریب بخوریم، باز این هم با خیرخواهی خدا در تناقض هست. و در نتیجه اگر ما فرض بکنیم که خدای خیرخواهی داریم، این نمیتونه کار خدا باشه. در نتیجه فرض میکنه که یک مالیشیس دیمونی وجود داشته باشه که ما رو فریب میده. و خب این در واقع با قسمت اول حرفای خود دکارت در واقع در تناقض هست، که ما قرار بود از پیش فرضا رهایی پیدا بکنیم، قرار باشه این مرتب پیش فرضای جدید وارد بکنیم که کار به جایی، در واقع اون ستون محکم و یقینی شکل نمیگیره، یعنی دوباره بر میگرده و خودشو در واقع داره دکارت نقض میکنه. از همون اولش که قرار بود ما خودمون از پیش فرضا رها بکنیم، اینجا هم این آورده، هم خدا از کجا اومد؟ خدا دوباره اینجا اومده، و نه تنها خدا اومده بلکه صفات منسوب به اون هم وارد شده قبل از اینکه اثبات بشه یا در واقع متقن بشه. و این پیش فرض رو دوباره بحثه فرض وجود خدا هم وارد این داستان میشه. اجازه بدید یکی از پسیج هایی که مرتبط با همین قسمت از متن انگلیسی هست رو من بخونم. میگه که I will suppose therefore that not God, who is supremely good and the source of truth, but rather some malicious demon of the utmost power and cunning has employed all his energies in order to deceive me. و دقیقا اینجا میبینید که به هم نشاره میگه سام ملیشیس دیمنی وجود دارند، یک اهریمن های پلید و بدذات و شیطانی وجود دارند که اینها قدرتشون رو به کار میبرن، که تمام انرژیشون رو به کار میبرن برای اینکه من رو فریب بدن. با اتمام تأمل اول دکارت سعی میکنه که خودش رو از تمام پیش فرض ها رها بکنه و بگه که هیچ چیز یقینی وجود نداره. و در تأمل دوم سعی میکنه که یک امر یقینی و تردید ناپذیری پیدا بکنه. بنابراین اولین کاندیدایی که در این تأمل دوم ما میتونیم بهش فکر کنیم به عنوان یه امر یقینی، گاد هست، که این رو باز با تردید بهش نگاه میکنه، یعنی این هم به عنوان یقین در نظر نمیگیره. و اینجا البته ظرافت نوشتن دکارت هم جالب هست، که هم نظر استادای مذهب سوربن رو جذب بکنه، چون این کتاب رو تقدیم کرده به اونا، که هم پایگاه خودش رو یه جوری که مقابل کلیسا قرار نگیره باشه، و هم این که بتونه این بحث من فکر میکنم پس من هستم یا اون نقطه عرش میدوسی کوژیتو رو جا بندازه. دقت بکنید، حالا من این پسیج رو ایزوید بخونم. Is there not a God
or whatever I may call him, who puts into me the thoughts I'm now having. But why do I think this, since I myself may perhaps be the author of these thoughts? میگه که در واقع ممکنه من خودم نویسنده این افکار باشم، یعنی اینکه آیا خدایی وجود ندارد یا حالا هر چیزی که شما اون رو بنامید که این افکار رو در من قرار داده، حالا هر چیزی که هستش. اما چرا من اینگونه فکر میکنم؟ ممکنه که من خودم نویسنده این افکار باشم. بنابراین داشتن این افکار دلیل بر وجود خدا نمیشه، به دلیل اینکه ممکن هستش که من خودم ریشه و اوریجین و سورس یا منبع این افکار باشم. این پسیج مشهور رو اجازه بدید دقیقا بخونیم. But I have convinced myself that there's absolutely nothing in the world. No sky, no earth, no minds, no bodies. Does it now follow that I too do not exist? میگه من تا حالا خودم متقاعد کردم که هیچ چیز یقینی وجود ندارد. نه آسمونی، نه زمینی، نه بادی، نه مایندی، نه ذهنی، نه بدن، هیچ. آیا میتونیم به نتیجه برسیم که من خودم هم وجود ندارم؟ No. If I convinced myself of something، اگر من خودم رو متقاعد بکنم به چیزی، then I certainly existed، قطعا موجود داشتم که تونستم خودم متقاعد کنم. But there's a deceiver of supreme power and cunning who is deliberately and constantly deceiving me. اما یک فریبنده وجود دارد با قدرت بسیار بالا که همواره در حال فریب من هستش. In that case I too undoubtedly exist. در این حالت هم من بدون شک وجود دارم. If he is deceiving me and let me him deceive me as much as he can. اگر او مرا فریب می دهد، اجازه بدید که هر چقدر که می تواند به اعمال فریبکارانه خود ادامه دهد. As much as he can. He will never bring it about that I am nothing so long as I think that I am something. So, after considering everything very thoroughly, I must finally conclude that this proposition, I am, I exist, is necessarily true whenever it's put forward by me or conceived in my mind. بنابراین برای رسیدن به این که من وجود دارم، دو حالت ما میتونیم در نظر بگیریم. اگر من نتوانم در وجودم شک کنم، خب بنابراین من نمیتونم فکر کنم که وجود ندارم و در نتیجه خب وجودم یقینی هست. از اون طرف اگر من بتونم در وجودم شک کنم، من شک میکنم که وجود دارم، بنابراین من باید وجود داشته باشم که شک کنم وجود دارم. پس باز هم من وجود من یک بحث یقینی هست. البته اینجا این من اندیشنده در واقع از دیدگاه دکارت کم کم انجام میشه، یعنی حالا ما به دوالیتیش هم میرسیم. اینجا من اندیشنده و من کورپورال بادی یا بادی مایند دوالیزم رو کم کم دیگه داریم واردش میشیم. در اینجا ما کم کم به اون نقطه ارشمندسی که دکارت تو ذهنش هست نزدیک میشیم، که حالا به لاتین خیلی مشهوره به نام کاجیتو ارگو سوم، یا مخفف میگن کاجیتو، یا انگلیسیش I think therefore I am، یا اون چیزی که ما تو فرانسه بهش میگیم je pense donc au après ça je suis، من فکر میکنم پس من هستم. je suis از ریشه être بودن میاد. البته اگه شما دنبال این اصطلاح در مدیتیشن بگردید پیداش نمی کنید. این رو توی دیسکورس آن متد یا گفتار در روشش آورده.
بنابراین این اثباتی هستش که دکارت انجام میده در مدیتیشن به باور خودش، که من حالا خلاصش اینطور میشه که من در همه چیز میتونم شک کنم، اما در این که شک میکنم در خود شک کردنم نمیتونم شک کنم. در نتیجه باید یک شخصی وجود داشته باشه که یک من اندیشنده ای باید وجود داشته باشه که شک کنه. پس من این من اندیشنده حداقل وجود داره و این رو کم کم جدا میکنه از اون بدن، یعنی اون اندیشنده، اون نفس اندیشنده یا مایند یا ذهن. حالا اینا دیگه کلماتی هستش که اینجا یه مقدار بحث لنگویج پیش میاد. این من اندیشنده فاصله میگیره با من بادی و فیزیکال. البته اگر ما از لحاظ منطق ارسطویی یا لاجیک کلاسیک نگاه بکنیم، من فکر میکنم پس من هستم نیاز به یک گزاره دیگه داره، که من فکر میکنم گزاره مفقودش این هستش که هر چیزی که فکر میکند وجود دارد، در نتیجه من هستم. ولی این گزاره دوم رو شما توی این استدلال دکارت نمیبینید و این رو البته خود دکارت جواب داده که این به صورت شهودی هست، این آیه شهودی هستش، یا اون چیزی که برتراند راسل در واقع بعدا میگه، میگه که بهتر بود it would better to replace I، اگر ما به جای I میذاشتیم به جای I think بگیم it's thinking، یه حالت سیالیت، یعنی I در واقع درون think، درون فکر کردن جذب و حل میشه. در ادامه دکارت به این بحث من آی بیشتر میپردازه که این من چه نوع موجودی هست، من چه نوع مخلوقی یا چه نوع کریچری هستم. در جواب به این سوال که من این من چه منی هست، جوابش رو دقیقا نوشته thinking at last I have discovered it thought this alone is inseparable from me. I am, I exist, that's certain. But for how long? For as long as I'm thinking. خب این من اندیشنده هستش، من نهایتا این رو کشف کردم و اون اندیشه هست، فکر هست، و این من اندیشنده یا این نفس اندیشنده یا ذهن اندیشنده قابل جدایی یا جداپذیری یا قابل انشقاق از من نیستش و من تا زمانی وجود دارم که فکر میکنم و این قطعی هستش. برای چه مدت؟ تا وقتی که فکر میکنم. For as long as I'm thinking. بنابراین دکارت وجود رو، این من وجودی رو به یک من اندیشنده یا اینجوری که اینجا خودش نوشته a thinking thing، یک چیز متفکر، حالا هر چیزی که شما میخواید اسمش رو بذارید، در واقع تا زمانی که فکر میکنه این من اندیشنده، این وجود هم باهاش همراه هست و این یک یقین هست، یک بحث یقینی هست. ما در این که فکر میکنیم نمیتونیم شک بکنیم و این یک یقین هست. در ادامه تأمل دوم دکارت به تفسیر و توجیه یا شکافتن این بحث thinking یا تفکر یا اندیشیدن یا این من اندیشنده میپردازه که این چی هست. وقتی ما میگیم که فکر یا تفکر یا اندیشه، این منظور چی هست؟ و تا این نقطه به باور و یا اندیشه دکارت این من فیزیکال رو ثابت نکرده. دقت بکنید اینجا فیزیک رو ثابت نمیکنه که دست و پا و اینها وجود دارند. خب تنها چیزی که بهش یقین داره این هستش که این اندیشه، این تفکر وجود داره، این من اندیشنده وجود داره و در این یقین هستش.
و ولی این فیزیک یا کورپورال بادی امکان داره که این بدن فیزیکی ما وجود نداشته باشه و ما این رو یقین نداریم. این نکته بسیار دقیق هست. دقت بکنید که الان 1641 هست و دکارت داره یک بحث یقینی رو، یک چیز یقینی رو به نام سینکینگ یا فکر ارائه میکنه که میخواد یک جوری، چون میخواد از یک لحاظ یقینی باشه و از یک لحاظ هم به بدن متصل نشه، خب جنبه فیزیکی و مادی یا قابل شک در واقع نباشه، مجبوره به بدن وصلش نکنه، چون که اینجا گفته که بدن قابل اتکا نیست دیگه. تو مدیتیشن اولش، تو تأمل اول گفته که بدن ممکنه این حواس باشد یا دیسیور باشد، ما نمیدونیم، هیچ شکی در واقع همه اینها قابل شک هستش که ما بدنی که ما ببینیم وجود، ولی این تفکر رو برای اینکه یقینی بکنه باید جدا بکنه از این بدن، که این یقین، بحث یقینش دچار پارادوکس نشه، چون اگه وصلش کنه به این بدن فیزیکی که ابتدا گفته که این در شک هست، این هم خب با اون میره داخل شک، ولی برای اینکه جدا بکنه و اون بحث یقینی رو سر جاش نگه داره، مجبور هستش که این چارچوب فلسفی که داره میچینه رو اوتوماتیک، گوریزی براش نمیمونه جز اینکه این رو بگه که خب این اندیشه یا سینکینگ یا نفس اندیشیدن یا مایند از بادی جدا هست. چرا؟ چون اگه وصلش کنه به بادی، اینم میشه جزو چیزای قابل شک. بنابراین کانسپت مایند، کانسپت ذهن، کانسپت من اندیشنده از 1641 توسط دکارت کلید میخوره، و یا حالا اگر قبلا هم بحثش توسط فیلسوفان دیگه بوده، این بولد میشه و تا الان هم ادامه داره که بحث ذهن، بادی و مایند و اینکه آیا ما این دوالیتی رو قائل هستیم یا نه. و البته بعضی ها تو فلسفه های الهی این مایند و ذهن رو یه جوری وصلش کردن به روح و یا بحث متافیزیکال و آن جهانی، ولی خب دکارت اصلا همچین بحثی رو نمیگه، یعنی اسم کلمه روح رو اینجا به کار نمیبره، فقط سینکینگ هستش، مایند هستش و تو الان هم ادامه داره. این کانسپت من اندیشنده در مقابل فلسفه ارسطویی هم به نوعی قرار میگیره، و اینکه ما این جداسازی اندیشیدن رو از بدن یا فیزیک بادی قرار بدیم در مقابل فرضی ارسطویی هستش، چرا که در آنتولوژی ارسطویی هر چیزی که در جهان پیرامونی ما وجود داره از دو چیز تشکیل شده، یکی متر هست، یکی فرم هست، و این دو برای تمام مواد قائل بوده که حالا به نام هالومورفیزم هم میشناسیم. به عنوان مثال، مثلا شما تمام مواد تشکیل دهنده یک، فرض مثال آبگوش رو در نظر بگیرید، این پروسه اجتماع و ارنجمنت و اون هارمونی مواد تشکیل دهنده این آبگوش، به فرض مثال پیاز، گوشت، نخود، آب و غیره، لیمو، اینها به تنهایی شما نمیتونید بگید که این آبگوشت هستش، ولی وقتی یک آرایش یا ارنجمنتی از این مواد تشکیل دهنده رو شما دارید، این هارمونی به شما یک فرمی میده که ما اون رو به نام آبگوشت میشناسیم. ارسطو هم همین داستان رو، همین لاجیک رو برای انسان هم به کار میبره که ما از اجزای مختلفی تشکیل شده ایم، دست، پا و غیره، و نهایتا این تجمیع مواد تشکیل دهنده یک انسان یا هر چیزی یک فرمی بهش میده، یا یک سول میده، یا حالا هر چی، که ما اون فرم و سول رو میشناسیم، و این دوتا
در واقع متر و فرم دو خاصیت هر شیئی در جهان پیرامونی ما هستند. ولی اندیشه دکارتی این رو میاد جدا میکنه، اندیشیدن و من اندیشنده رو از بادی کاملا جدا میکنه. البته ارسطو برای اون من، منی که مربوط به هیومن بینگ میشه، پنج جا فانکشنالیتی در نظر میگیره که اگر این پنج فانکشن رو داشته باشن ما میتونیم بگیم که اون یک هیومن هست که به فرض مثال تغذیه میکنه، حرکت میکنه، دارای حواس هست، دارای علائق هست، دارای علائق هستش که مثلا علاقه به چیزی دارد و دارای رشنالیتی هستش. و اگر این پنج فانکشن رو یک چیزی داشته باشه رو ارسطو به عنوان انسان در نظر میگیره که یک سریش با حیوانات مشترک هست، یک سریش با گیاهان و نباتات مشترک هست، یک سریش نیستش. در مقابل دکارت این به فرض مثال مباحثی که مربوط به نفس به فرض بویایی هست یا اندیشه بویایی هستش، اینها رو جدا میکنه و در تضاد کامل هست با منطق ارسطویی. چرا که منطق ارسطویی شما گشنه که میشید نیاز به یک معده‌ای هستش که گشنش بشه و شما طلب غذا بکنید، ولیکن اندیشه گشنگی رو دکارت جدا میکنه از این فیزیکال بادی. این مطلب رو دکارت دقیقا در تعامل دوم یادآور میشه. Even if, as I have supposed, none of the objects of imagination are real, the power of imagination is something which really exists and is part of my thinking. تمام این تصورات و اندیشه هایی که ما داریم، ایمجینیشنی که داریم، تصویرسازی هایی که داریم، ممکنه که ریل نباشند، اما قدرت تصویرسازی، قدرت فکر به اون imagination چیزی هستش که وجود داره و قسمتی از اندیشیدن من هستش. به طور خلاصه میتونیم بگیم که در اینجا دکارت میگه که اگر حتی اون آبجکت مورد تصور وجود نداشته، اون آبجکتی که مورد imagination وجود نداشته باشه، اون فکری که ایمجینیشن رو باعث بروز و ظهورش میشه رو ما نمیتونیم منکر بشیم. یعنی در واقع power of imagination وجود داره، ولی اون object of imagination ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه. دکارت برای اینکه بین شناخت حسی یا sensory perception و شناخت توسط شی اندیشنده یا اون من اندیشنده تمایز قائل بشه، مثال موم عسلی که تازه از کندو گرفته شده و طعم عسل داره رو میزنه به عنوان اینکه میگه شما یک مومو در نظر بگیرید که تازه از کندو گرفته شده و اون بو و اون سفتی و اون حالت خاص خودش رو داره، اون طعم خاص خودش رو داره، رنگ و شکل خاص خودش رو داره. اما اگر شما این رو نزدیک آتش قرار بدید، اون طعمش، اون مزهش، رنگش، شکلش، عطرش به مرور از بین میره و حتی اون سالیدیتیش، اون سفتی و در واقع سیالیتش از بین میره و تبدیل به یک چیزی میشه که روان میشه، اون چیزی که حالا ما توی متالوژی به نام فیز ترانزیشن میگیم، از یک فازی به فازی دیگه تغییر میکنه و یک حالت تقریبا مایعی در میاد که دیگه هیچ کدوم از اون خواص رو نداره، نه اون بو رو داره، نه اون طعم رو داره، نه اون رنگ رو داره، نه اون شکل رو داره، هیچ. ولی ما هنوز بهش میگیم که این موم عسل هستش و در صورتی که
هیچ کدوم از اون سنس ها رو نداره و این تمیز رو در نتیجه به واسطه این مثال رو میاره که این من یا خود اندیشنده رو در واقع تمیز قائل بشه نسبت به اون سنسوری پرسپشن.